به نظرم رسیدیم به دفتر کاریشون. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه چای صبح. وارث مجدی هستم. دیگه ما یک جای بسیار خاص آمده، میمان یک آدم خاص، آدم رسیده، آدمی که قلم به دست از یک خلاص هر چی تعریف بکنیم کم هست. این تعریف ها رو حالا برش میکنیم که بود بخیر این چای صبح یک چیز مزه‌دار برای ما آماده کنه. اگر شد آشپزی هم میکنیم، باز اونجا میبینیم. ما میبینیم که هست یا نی، خدا کنه دفتر باشه که پیداش کرده بتانیم. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ سلام. خجوری؟ صد شده؟ بابرزی بسته بشتده کنه؟ خواه. من میرم داخل، شکر که پیداش کردم هست. داخل میرم ببینیم که این خود دفتر کاریش هست. ما آمدیم در دفتر کاریش. خانهش اگر میرفتیم خانه یک همه که دورتر بود دیگه. بریم داخل بریم. خیر باشین، تشکر. ما آمدیم در دفتر کاری بابرزی صاحب خودشمان رو برو آمد. السلام علیکم. صبح بخیر. جور بخیر. بخیر باشی. خوب هستین؟ سلامت باشی. صبحتان بخیر. خیر خیرتی هست؟ مزاحم شدیم یعنی؟ ډیر مننه چې بس دلتم پیخه را وکړه او خوشاله ستاسو په لیدو باندې. تاسو نام شدن بابرزی صاحب، منګه خو البته دیروز گفته بودین که ما میمانتون هستیم، به چای صبح میاییم. آمدیم پیش بابرزی صاحب. چطور که دفتر کاری را انتخاب کردی؟ اینجا آمدیم. خانه گفتی زیاد دور است؟ خانه دور است و دفتر کاری ما که است مجبور است صبح وقت حاضری را بتیم. خب به خاطر باید دفتر کار باشه که برای مردم یک پیغام هم شوه که یعنی کار صبح وقت باید کار آدم به کار. یعنی اگر نوحبه این غیر حاضر میشین؟ حتما غیر حاضر میشه، این در اصول یکی داره است. خب 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 بازم صبحت بخیر. و ما صبح کی وقتی تو راست کیجی یک ذره ورزش برای ورزش هم مساعد است، یک ذره وقت میایم و دیگه بر شاعر هستیم، شعر و شاعری می نمیجا. خوب ورزش میکنین یعنی بابرزی صاحب؟ ورزش چه اگه ویلی که الان مقبول است چه که ورزش بکنی دیگه مزه میتر؟ او بس دا دغه چې د اداره چې دا دغه مؤسسه چې دا د زمونږ د بیرغونو او د ځوانانو ونډه د افغانستان په باسازه یا په جوړونه کې رغونه کړه. یعنی ځوانان څنګه ونډه واخلي؟ یعنی ځوانانو ټولنه ستاف هم شته؟ نه نه نه، دلته بس ستاف شته دی په کاري خدا ابتدایي فعالیتونه دي، لا اوسه پورې محدود دی، اوسه پورې په کټ منګي او دغلته دا څو لیکوالان شاعران کارونه شروع کیږي. د خیر په دې خاطر باندې چې کارونه شروع ان شاء الله چې شروع شي بګور په خو ما دې دفتر کې کار کاو نو هغه زم وسم هم دا دفتر خپل وایم دا ساعه چې دونه خوندور دی دفتر دې بسونه خوندور شي. نه نه نه، خوندور خو به کار به تو کو کارم باید کار مهم دی. دفتر ډیر سړی دغه پسې ونه ګرځي چې څنګه چوکۍ دا او څنګه کار مهم دی. کار حتما. البته ما د دفتر بابرزی صاحب د مقر دیرو اولین بار است که آمدیم. یام به خاطر از اینکه میمان چای صبح هستیم گفت بیم کتما به این در دفتر ما یادم قروانی ما گفت چای نوش جان بکنین که لذت چای بفهمین. بس در ارینا تلویزیون خدا سه دی چې ستاسو ټول کار کوون کو ته رهبری ته یعنی د افغانانو په هر کور کې باید سر غک شي. هم دست دی او صدای صبح باید باشه در خانه هر افغان. یک خبر ده ده حیثیت یک معلم باید داشته باشه در هر خانه. او دست دی بابرزی صاحب. قصه دست دی چې څوک په موږ باندې څه سلا نه کوي چې تاسو راشئ، ولې په هغوی باندې بیا پخلی کوو؟ د هغه نفر چې موږ ته وایي راځئ نو هغوی تاسو هم فرمایش پسې نه ګرځئ، خیر د چاپیریال ښکلا پسې ګرځئ، ځکه ستاسو تصویر سره کار دی. تصویر او غږ سره همیشه باید ستاسو په تصویر کې دغه زموږ افغانان چې په بهر کې دي په داخل کې دي ستاسو په غږ او تصویر کې باید ټول افغانستان وګوري. ټول افغانستان باید مطالعه شي که زه شعر وایم که زه غږ کوم خبرې کوم. دا جوړونکي خبرې باید د یووالي خبرې، د افغانستان د سولې، د امن خبرې باید موږ د بابرزی صاحب خبره خو ډېر زیاته دلته چې ودرېږو بیا زه م ستړی کېږم ته م ستړی کېږي لاړ بسو دفتر ته دی بیا پس دینه به تصمیم نیست چې دفتر نه بیا پخلی کوي که نه کوي بیا ستاسو خپله ده. مهرباني نو لاړ شو دفتر دې اخوه دی که دې خوه دی. مهرباني. ما هم تا آمدیم طرف دفتر کاریش این جایگان صحبت هایش هم می داشته باشیم. باز انشالله تصمیم های دیگه هم داریم. خب بابرزی صاحب، من که تو ددون دروازه گفتم که دفتر کاریش خب مقبول باشه، ماشاءالله هم تو مقبول جورش کردی. و اصلی دقا شاعران چی دی؟ دقا زمان شعر چی دی؟ مجددی سیب در چاپیریال
چکم زی کینو دغه اغه خکلا د طبیعت خکلا خلاص شوم لا چیز بس چاره تر دغه ز من شعر دی نو زه چکم زی کینه ما غواړی چې شعر حالت پتا راشي مجبور یم هغه سی یو شاعر ما چاپیریال زکه دا چاپیریال چې دی دا ز من د شعر تومه دا او ز من په شعر کې رنگ شین دی هم دا رقم او تا نه خو بخنه غواړو مجددی سی ابستاسو نه د آریانا تلویزیون باید یو شاعرانه نوم دی یو تاریخي نوم دی او زمونږ چې کله کله ګورو خدای دې وکړي چې ستاسو پر خبرونه کې هغه افغانان چې موږ سره وزدلته نشته زمونږ په منځ کې نشته د آریانا تلویزیون په هر تصویر کې ځان وګوري خپل ژوند وګوري د خپل د ژوند چارې وګوري او همیشه تاسو ستاسو په مټ باندې ستاسو کارمندانو په مټ باندې همداسې خپرونې جوړې شوې دي چې هغه زمونږ کلتور زمنګ د افغانستان د پیژندګلوي دروازې د ټول افغان نړۍ سره خلاص کړو او نو خوشو ته چې دلته بس دې جونګړې تم په خره وکړه هر وخت راشي قربان ته بخیر بشین زنده بشین. یک گپ دیگه بابرزی صاحب، معمولا در برنامه‌ای که در دفتر ما دعوتش میکنه در بعض برنامه‌های ما شعرهایی که خود بابرزی صاحب نوشته میکنه او را به خوانش میگیره تراژید است. چرا تراژید؟ اصلی دغه زمونږ ژوند چې دی ناخوالې دي، دا موږ چې شعر و شاعرۍ ته پناه وړې ده د دې ناخوا، ځکه افغانستان موږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هلته ډېرې دغه طبي مسایل داخلي خپلمنځي کړکیچونه او نو بیروني لاسوهنې دغه زمونږ ژوند باندې اثر ګزاره شوي دي او زمونږ ژوند زمونږ خلک چې دي په هر شعر کې باید دغه د خپلې ناخوالو د غمیزو د خپل ژوند هغه ستونزې مشکلاتونه ګوري، نو هغه خلکو ته خوند ورکوي. کله کله داسې چې ډېر زمونږ هغه د کلتور سره تړلي، زمونږ په شعر کې باید زمونږ جغرافیایي زمونږ کلتوري زمونږ هنري زمونږ دردونه تا ته درد رسېدلی دی، ما ته رسېدلی، هر افغان ته درد رسېدلی دی اوس وخت کې. نو دغه دردونه دي چې موږ یې په خلکو باندې ګران ساتلي وو. په شلو کالو کې همداسې دردونه موږ خو تر اوسه پورې تاسویې لاس او چپ لاس چې زه پېژنم افغانستان دی، یو نوم یې دې ته درد وایي چې ډېر خلک په مشکل کې دی او دا تراژیدي شعرونه دي د هغوی درد یا د هغوی زخم نور هم تازه کوي. نه نه نه، خیر دی، زمونږ خلک داسې دي چې موږ داسې نه وو، بیا شاعر جوړوونکی فکر لري. هغې کې موږ ور شاعر خلکو ته ویو تاسو هیله مند اوسئ، تاسو ډاډمن اوسئ، دغه اوښکې چې تاسو پرې کوئ اوښکې باران دی، ولې باران چې شعر دی بیا امیدواري ده خلکو ته، همیشه دغه غمونه ناخوالې بالا پاک تېرې کړي، ولې موږ به خپل خلکو د مایوسۍ مخه ونیسو باید، ځکه هغوی د ناهیلۍ مخه ونیسو، مایوسۍ ته یې پرېنږدو، ډېر څه به وکړي. دغه ځوانان زموږ اوس هم په سختو ستونزو کې مثلا تعلیم کوي چې وایي ګورې، ولې ټول افغانان داسې دي چې هلته ګورې یو دا موږ چې ګورو د کانکور په ازموینه کې داسې خلک کامیاب شوي دي چې هغې پلار دلته کرې چوانی کوي غریب، ولې جګې نمرې وړي دي د ټولو نه. نینالی گپ دیگه ما به ذهنم گشت، طالبان معمولا ترانه میخوانند، ترانه میخوانند که حتما شعرش از یک جا از یک آدرس پیدا میکنند که اونا میخوانند. کدام وقت آمده باشه کدام طالب که بر من یک شعر نوشته کو که من ایره مثلا میخوایم بخوانم یا اتو کام جای برخوردی تا هنوز؟ اصلی د طالبان هم زن ترانه چی دی که من گورو مجددی سبتاب از من ملی ترانه دیره وریدلی، زمونږ دغه د آریانا تلویزیون لیدونکو به ډېرې اورېدلې، ځمکه زمونږ هغه د ملي هویت د افغانستان د سرلوړۍ ترانې دي، ولې په هغې طرزونو کې همدا ترانې هم جوړې شوې دي. کله چې ګورو دا د ازادۍ خاوره، دا د جګغرو وطن، دا ترانه چې عبدالله مکوري صاحب دی، الله پاک وبخښي، همداسې ګلزمان استاذ مددي صاحب په ترانو کې په طرزونو کې دغه شوي دي. نو موږ هم کله کله داسې چې زموږ شعرونه چې وو زموږ په شعرونو کې دومره وو، دغه شعر چې دی آهنګ دی، یو ریتم دی، په ترانو کې هم دغه ریتم شته دی، په دې کې هم شته دی، یو آهنګ باید لري سره ورته والی سره لري. نو کله کله داسې چې ولې مراجعه کړې دا ځکه بعضې نعتیه کلامونه دي، هغه هم باید هغوی ته دغو ویلي دي، بعضې د هغوی هغه چې ترانې وي، ځکه د هغو هم هغه ملي ترانې چې د افغانستان ترانې کله کله ترانې ګورو اورو. یا نو کله کله سره په ادبي بنډارونو کې په دغه ناستو کې سره یوځای شوي وو،
او خواغویم بعضی دسته دی چه خواغه خواغه غگونه لری غگ ده غگ سری تا خوندور که ایشاره که مرگی چه خبلا یو موسیقیت شتاری پا که که داغ مرغانو گوری چه اترانی وی پا داغ پغمان که بتالی دلی ونو که ناستی داغ سین چه شور که یو کسما هنگ ده یعنی هنگ پرشی که شتاری من که گورو پا هر غگ مجددی سی یو هنگ ده او هنگ چه دی آقا و داشته او بعضی وقتی مانا وقتانه کلیده شد اگه سرانی منگم داخوینه کلیده سره چه پا دبی بندارونو که ناستی و سره از من شیرونه بیده سری چه یو موسیکیت لری زکا شیر داگه سری موسیکیت چه ولری سندریستو بلری سندریستو تو باگه ده چه آقا تا کمپوستا بیده کیگی آقا تلپاتی سندره کیگی یعنو آقا شیر چه موسیکیتو لری آقا از من هنرمندانو سندرغالو با ده ملیترانو ده پارا دسی تولینی زکه دغه زما په شعر کې د وطن یادونه د مینې یادونه د خپل هغه د ژوند چارو یادونه تولینی ژوند چارې چې دي هغه خپل یو روایت دی. او همداسه ده همداسه ده. خب ما یک چیز که همیشه در برنامه گفته می که معمولا در بعض جایی که مثلا خب در اهل میدیا هستن بعضی کسا شاعر هستن اینا در یک ملت در قالب یک شعر جدا جا میکنن بعدش رو میخوانن یک نفر یکی را میخوانه همو مکمل گپا و مکمل چیزایی که دو جای جای کرده همو شاعر خودش هنرش هم میفهمه چه رقم را دو جمع بکنه چیز داری حال بابرزی سب بس دام یو شعر ده ده کابل ده خلقو چیز گورم ده غخ بلم زولی گورم تراجید نباشه من ده نه نه ده غخ خوشتره ده جوان چی شو از شعرهای شعرهای شوخی موخی چیز نفشه میکنی؟ خطال بید شوخی یا چو بیتا ده ده لگم سیده کنه ژوند مې شو باران باران چې ته راغلی کلي ته چې نه راغله کلي ته اوبه راغلې ژبه مې سلام کې درته ګونګه شوه زړه پسې راغلی وې او ښه راغلې او دغه دی دغه د وارث د ګران نخ نخې دي دغه دی اشنا د ګران نخ نخې دي نوم مې چې ستا واخېسته په وره راغلی او ژوند بابرزی داسې بدرنګ شوی دی ژوند بابرزی داسې بدرنګ شوی دی زه له جنازې ته له واده راغلی او دې کې هم د کابل د خلکو یو تصویر دی چې زه دا خپل هغه مامورین چې هغه په ادارو کې به یې کار کوو کله کله ښار کې ګورم نو د هغې د ژوند یو تصویر دی پکې وایي زما په سترګو کې د کابل تصویر دی د افغانستان تصویر دی زما په سترګو کې د ګران کابل تصویر وګوره زما په سترګو کې د ګران کابل تصویر وګوره د غریبۍ او بیوسۍ د شپو تاثیر وګوره زما په سترګو کې د وران زما په سترګو کې د ګران کابل تصویر وګوره د غریبۍ او بیوسۍ د شپو تاثیر وګوره لمبا لمبا ژوند بلتانه کې ساتو لمبا لمبا ژوند بلتانه کې ساتو ژړا په ستوني او په زړه کې ساتو لمبا لمبا ژوند بلتانه کې ساتو ژړا په ستوني او په زړه کې ساتو چې دا موږ څوک یو چې دا موږ څوک یو ګیله مې له وطنه وشي چې دا موږ څوک یو او ګیله مې له وطنه وشي د خدای په ځمکه به مو کومه ورځ پوښتنه وشي چې نیمه شپه وي چې نیمه شپه وي یو بچی درته راوژاړي چې نیمه شپه وي یو بچی درته راوژاړي چې وږی یم وږی یم وږی یم وږی یم ته به په نیمه شپه د چا دروازې وټکوې 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 او ته د دې غږ د وچو شونډو ځواب کله لرې ته د دې غږ د وچو شونډو ځواب کله لرې ته د دې وږو ځورېدلو تتاب کله لرې دا خو به ګورې دا خو به ګورې خو د سلو غم به نور کوې دا خو به ګورې او د سلو غم به نور کوې بدرنګ بدرنګ ژوند به په اور یا په پیغور کوې بدرنګ بدرنګ ژوند به په اور یا په پیغور کوې او دا ستا د سترګو نه پناه پناه به څه تیریږي ناهیلی ژوند په شړا ژړا به څه تیریږي دا وطن به زموږ کله وطن کیږي دا وطن به زموږ کله وطن کیږي نه د یو یو پا
پرده کیگی نه د ټولو پرده کیگی هر بی وسا او بی کسا بد سترګو ته ودریگی دا وطن بزمون کلا وطن کیگی نه د یو پرده کیگی نه د ټولو پرده کیگی هر بی کسا او بی وسا بد سترګو ته ودریگی خار کې به کم یو غږ ته ودرېږي 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 یو به نارې وهي چې وږی یم وږی یم وږی یم یو به په مخ درځي چې الله بې وسي مې وژنې یو به په مخ درځي چې الله بې وسي مې وژنې پیغور وژلی یم غریبي مې وژنې نن د یوې ډوډۍ په بیه نن د یوې ډوډۍ محتاج یم بې کسي مې وژنې نن د یوې ډوډۍ محتاج یم بې کسي مې وژنې او بخنه غواړو د سرکاري سرک په بله غاړه د سرکاري سرک په بله غاړه یوه زهیره او مجبوره بسلګۍ شي درته مور مې ناجوړه ماما جانه تش لاس مه تېرېږه مور مې ناجوړه ماما جانه تش لاس مه تېرېږه موږ لکه ګران افغانستان یو بې درمانه تش لاس مه تېرېږه بیا به ناهیلي شي روانه تش لاس مه تېرېږه زما په سترګو کې دوران زما په سترګو کې د ګران کابل تصویر وګوره د بې وسۍ او غریبۍ د شپو تاثیر وګوره لمبا لمبا ژوند بلتانه کې ساتو ژړا په ستوني او په زړه کې ساتو ماشاءالله 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 تا لږ چای واچوم که نه یعنی چای خو مخکې دینه وروسته بس کو خو مرا دی دی چای خالی بازی نتیم تا بابرزی صاحب که ما به خاطر قرار خو دی خاطر دی چی دی که درخت خو ی دیگه پام از اینا پیش از اینکه چای صبح بخوریم میرم بخوریم باز مزه میته او خب خیلی خمس ما یک چیزی که متوجه بابرزی صاحب شده معمولا در برنامه می خوایم شون اشعارشون معمولا پشتو از شعرهای دیگه هم نوشته میکنین یا نه ما او شما باید تو رسم یک زبان را زبان دیگه باید کم اینه کنیم حتما به شعرهای دری ما ماست که به خاطر اینکه بیشتر بیننده ما شاید پشتو اولین شعر اگر این به عمق از شعری که خود بابرزی صاحب میال سرودش اگر به عمق از شعر کسی که پشتون است یا چیز میتونه مثلا برداره و از این شعر اما بعضا تاجیکا شاید اصلا پشتو نفهمن یا امیر نتونن درست بگن گفتم یگان شعرای پشتو زما اولینه شعر چه ده زمان در زبان نامتو پیوری سندرغاری شمس الدین مسروچ در زبان دلومری زل پار از ما شعرم اگه ترانه کړی ده او زمزمه کړی ده به ډیره مشهور سندره شوی ده چې د وطن سندره واغه نو داسې دی چې زموږ افغانان چې دي هره ژبه باندې موږ چې دي زموږ دواړه رسمي ژبې دي که دري ده او که پښتو ده که نورې ژبې دي موږ ټولو ته درنښت لرو ځکه که کم خلک په خبرې کوي که زیات خلک په خبرې کوي موږ د ټولو د قدر وړ ژبې دي موږ ته او نو موږ هغه د شعر ژبه چې ده لکه ستاسو دغه د کمرو تخنیک ژبه د مسلک ژبه وي هغه جدا ژبه ده په هغې ژبه باندې زموږ ټول ملتونه پوهېږي دست خدایا زم دوایم چې مثلا کله کله چې شیرون وای او کوش کوش مثلا په ارجو به شیرون وای اوس دا په دغه شیر چې هغه دردونه سوارته وای پټ بو چې اکثر شاید د دزمنګ د ریزوانان خلک چې دی په پښتون پویږي کله په دریم وای کنه نو هغه په پویده چې په د شیر کې سونه دغه درد ده یعنی تاج تا شعر ویل از ما دست زړه می سوارتا وی بسته خود عاطفی نه دک زړه لري ستا احساس ته قدر ور دی د ټولو افغانانو از موږ افغانستان په دغه کلونو کې واقعا چې موږ ډیر درد لیدلی ټول افغانان دردونه لیدلی یعنی موږ داسې دي چې دغه درې زبان رونه هم چې دي هغه هم ډیر که موږ به کله کله ترانې ویل که پرهاد غفور و زما شعرونو باندې نوم پیدا کړی دی خاوره د ولیانو دا کور د ننګو نام دی همداسې ویان هنرجو زما یو شعر و چې ښکلا دی عجیبه ده نو هغه هم کله کله انتخاب هم داسې دی بیا زموږ ډېر د پښتو سندرغاړي چې دي حتی دری سندرې ویلي دي افغانستان په دغه جوړېږي چې موږ را خدای دې وکړي چې یو پښتو زبانه زموږ سندرغاړی یو شاعر هغه په ازبکي سندر دغې باندې سندرې ویلي دي ډېر دا ژبو په افغانستان موږ که جوړو افغان شموله شي او دغه فکر باید موږ سره ان شاء الله چې جوړیږي بابرزی صاحب اگر جره قصه زیات بونه مراس شم صادقانه گوش نشدیم باید چای صبح نوشون جان بکنیم دیگه ما خودت بریم
در اینجا بخاطر که یک فضای طبیعت و دیگر مثلا تو مقبول در بیرون داریم، اونجا یک بشینیم صحبت ها رو اونجا هم داشته باشیم. آشپزی هم میکنی دیگر؟ ولی آشپزی که دیر دست میرانه نیمه مثلا نک چیزی خوب شد؟ او پختکو و یوات مند کرد، نیچ نی اقا دا اگه یا دغه خو سلیر سلیر په خولې شي یعنی فهمیدم میشه که آسان ترین غذا ولی تلکاری د سیده چې تلکاری هر سلیر په خولې شي هغه ته میړه نه ته با می په خیا کدا کدوګک په خیا ستا پرمایش په ګور مجه چې جو نیمه پرمایش بر تیم میمونو باز نگوی که ما یاد نداشتم تو مره گفتی کی پخته کو نه ته به ما ته بیا چې قربندی شو له جوړه زه خونده شم کولی یا ما ته بیا چوز بکی به ما خاطر تر خود مختارم برصورت بیننده عزیز بیننده باشین، ما میریم یکان چیز میز پخته میکنیم، انشاءالله باز میشینیم نوش جانش میکنیم و باور دارم شما کمیال اکثرتان شاید گرد سفره ششته باشین، چای صبح نوش جان کرده روان هستین یا مو که او دوستا که چای نوش جان کردین ششتین فقط برنامه را تماشا دارین، خانه تان آباد منتها اگر روز بخیر میمان شما های کمیل بیننده هستین حتما میمان یکتان خاص شده پس بیننده باشین. ما آمدیم امره بابرزی سر یک کس از این گردن همه درد میگیره بالا سر میکنم میمون بابرزی سر هست از دوستای بابرزی سر فریدون گفت نامشه فریدون جان جور پر خیر خیلی جوری سرده شده ماشالله در قد دیر جگدی نپیگم چیز باید اوشوی باید دلتا کیدم کنه قد سوار تاویز گردن درد که بیا گلون من دایت میگیره که بالا سایی بکنم فریدون خان من سر دلتا پا دی یار اینجو که کار کهی خخا طول خدمت کهی بس کارونه چی دی اگه وزیفوی مسئولیت چی دی مطابق تلایه های وزایف اگه بس دیر پا صداقت و ایمانداره سر دمی دفتر کار میکنه دیگه بس دا من دسته من هر سار چی دارازی ورطه یو چی فریدون خانا پا کبر جن و کدامو منی دیر مزد چی من دست رفاکی روانی آوری ما پا برزه سر دیگه فعلا درادش تو ککا مولون میشیم برازی ماشالله قد از که نه مخلوه بس علا پاک میره بانه دیر بس کل مخلوقاتو بانه دام دیتا دا کتور کلی دیر چا تای غگ ور کلی دیر چا تای نور دا طولش تو منی نه ماشالله هم قد لری هم سره لری اما اغا استعداد دیر سپر دفتر که دستر کار کهی زکر دا طولنی جلند که مجددی سیب چی سوکی چی اغا پیرزوین هم مینه او یو خ چلند ولری دا بس خبره خا در سر پختو وایم که فارسی پویږي چې در سر فارسی وایږي په دواړو امی کسایی که جمعن مراجعه میکنن معمولا جلب توجه نمیشی نمیگن باش که رکس بگیریم یگان ویدیو میگیرن خا خا باز تو نمیگی که سرتون پیسه چارج میشه عکس می برای ما هم که من ویدیو گرفتار رو نگوی که پیسه سر چارج این بیرین داک حتما میبینن من این رقمی سیلش دارم خوب بخاطر این من میبرستم پیس شما میبینم که کتش گپ میزنم نه تا پولانی با چیه کی دو کنه جگزی بانیم که بود رو این حال کمرک طرف بالا بره چهره مو تو مانم نمیشه مجبور است که گگ مجدیسی بس دستاسو دستی داشی لطه را استاسو بس ابتکار دیا چه دقا سی فریدون خانم پیدا کرده خبروانی دو پارا میدانده پیدا کی نه پیدا کردن اخو انشاءالله فریدون خان اگر هر جای بخواییم پیدا کردن میتونیم اما تو نیست؟ آره سوک چک سوک سراخ لیو اقام مینه رو گواره این حالا باز غیر از اینکه بخیریم کمره خلاص شد هر همکارم که آمد که تو عکس گرفت نه برش بگو پیسه سرتون چارج میشه میگیری ازشون دیگه یا اما تو دل جمع میگی نه عروسی خو کدی؟ نه عروسی نه کدی؟ نامزاد چی؟ نه ایچ کدامش؟ نه تصمیم داری بخیر دا اینده؟ انشاءالله بس دام دقل دا دومره مره پچایی که دا مخ که شما جمهوریت که دا مجرد پچه خب یه اینجا استاد شده قصه کنیم از اینکه از بهتر است که بریم در یک جا یک موقع تا خوبتر بشینیم یا بریم اوی رسی ما خود خوشبخت خانه رو بنده بودیم فریدون جار من این وامشوزی یاد داری نداری؟ نه ایج؟ نه خلاص از ازال دل قماندان جمع کدی که آشپزی یاد ندارم نه؟ داینده دا بخیر که عروسی بکنی خود من که سرکار مار میکنه شاید میخوای آشپزی میگه میمیرم باری با برزه سپری نگاه آمدیم در داخل آشپزخانه که تا بابرزی صاحب فریدون جان حالا بابرزی صاحب کار کرده که امی
مسئولیت خودش به دوش فریدون انداخته. خدا دیگه فریدون معجزه کرد اگر تا قبول کرد، اگر نمی گفت نه خودت آشپزی کن ما پخته کن. اما تو اگه پس نی؟ فریدون خان دلاس دستی دیش بیشی 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 که اگه نه لگه خیزی از کامرا مامرا کرد. نه احترام تا استا احترام تا جک شد استا میرم پالن کهی زیکار دی دلاس پخلی چه لگ خوک ده استا پرمایشم ده تا می دست تا بتی مگ دفعه؟ او ماشاءالله مکمل دست پوی نه دست است ماشاءالله خود اگه قد دست پای و دیگه ماشاءالله همتون تنومندتر. خب فریدون آشپزی تو هم میکنی که شریک بابرزی صاحب است. آه اما تو یک اپ است تخمه آوردی تخمه پخته میکنه. البته چیزی که ما در آشپزخانه بیم گفت چیز دیگیم گفت آماده کردیم. چه آماده کردیم؟ جیگر آماده کردیم. جیگر آماده کردیم خدای حالت ما میگم این آماده جیگر که آماده کرده تخمم خیر آماده نکردیم به خاطر ازی که من نمیخوای به زحمت شوان تخمه وقت بپویم که تخمه چه رقم پخته میگن گفتی دیگه آشپزی رو خدا بلد. آشپزی کردی کدوم وقت؟ چی پخته کرده میتونی تو مزه‌دار غیر تخم؟ چیزی که میخوای یعنی هر آن چیزی که باشه. خلاص دیگه دست قماندان بالاست. دست تو بگی خیر پخته که تو معلوم شد که این نفر از جای دجای شاندیم بخاطر از اینکه از فرم رو آمد بیخی که صاف میشد. نه زپا نوبت سرا یو اگهی به داد دقیق که زکا دلتا ملمانه دی دار زو خلقش داره جگرم ده نور شینم دی خدا استاد سنویل چی جب ده پریدون دلاسا من یو چو اگهی خو قربانت ما تیکی ویو خرو ده ده دلاس خواگو او نمک شی ایتو خوب تر میانی؟ کمی گرم شوه کم گپ هستی مگم؟ گرم نیوانا نه گرم بایی آه والو ننیده بابا جنسه گرم خواه آه فامیلی فرای دونجان گفتم کم گپ هستی نیوانا آه والو هستی نه پاری دون از لبانی دیر غوطی خبری دی خطا سر بیزان تا که زو از ما میشهر مره از ما خجالت میکشه زو مزایمت کن مکنی از ما مخینه که باش کارمی نه سوزه روغانی طرف طرف تیت کنیم ای نه میگیری اینا را فرنگ پاری دون خان سر بزم مرست او آمان پاری دون خان اول آمان پاری دون خان مالگا و مرچ ده ملمب خواه 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 چه بودا دا با دا زمان ما استاد دوم وارس خان مل مده دیپ خواه خبا آه خدا چه ما خود تندو میخورم مشکل ندارم آه تو چه وانا دا دا تور مرشت مزیاد نندازم دایلی باشی من نمک کتر تیم اول بس هستی؟ نو ما همی تو خمان پخته کردم ایره باز نیمانی دا آخرش آه پرتو پرتو زبا ما چون اوه اوه دا دیگه گرم دی دستا پرمایش دی آها بسش هست والا با برزه چه خوب آمادگی گرفته بودی ها؟ آه گفتم خوب آمادگی گرفته بودی با برزه چه؟ نه نه بس دا خوب ملمه سمره کدروشی بس من هم خوشحاله کیگو از من دا افغانانو بس کلتور دیا چه دا ملما عزت جگر را کتا تخو میک جای مکس کردیم نشون کردیم وی دا کسای که آشپزی میفهمن خنده منده نکنن ما فوفتیم شدی رقای مزدار تر بیه تا روز این کار کرده بودی خود بابر زی سیب تا بس پرمایشو چه ما تا دیکانکی آه آه که کنی دا خود دیر پرمایشی کاسو که من کولی شخطا ویل چه را غرکاره چه ورتوی چون چه ما شما نو ما شم توب که ماغا تور چه جو آشپزی کردی یا نی خودت؟ او آشپزی کم زیاد بس ترکاری نخواخی یا ترکاری خپا خوالش مثلا بامیا بامیا بس دغه تلکاری سوتی معلومه چې زیات هم خوش داری سبزی او دا شاینه سره خبره اره دوستای عزیز آماده آماده شده که ایره بخیر میبریم در کرایه البته این سهم ما و بابرزی صاحب است مونتو او دیگر بخیر به فرایدون جان و همکارا هستم فرایدون بس خودم میخوری دیگه گت ما فرایدون کاغذ خوراک ام کاغذ رو تیم از میشه واسه که نسوزانی ما
ای آماده شد. آه. بسته ده پاره دغم ده ده جگر. جگر هم تا یک مزدار جگر آماده کرده که نگو. اردیش کار فریدون بوده دیگه خود ایج دسپیشی نکنی. فریدون آقا اگه جوش اگه ایم شتاری دلتا خواست سر آره دفاردون. او به خود چیز بازره؟ جوش اگه خود هم بازی ملمانوی دیتا سر بخشی سیب. نور دوستان دل چه منگ با منگ تا جوش اگه. تازه هم جوش داده نیش والا. خوبه. بینده ازی شما بیننده باشین من تصمیم دارم که برم بخیر. یک جای پیشینیم و چای نوشجان بکنیم. قصه های فریدون جان اوی زیاد داشتنیم باشیم. حالا کم گپ از زیر تاثیر ما رفتن. همه تا گپ هستی؟ میریم که ما مطلب میریم. چای آماده کردن البته فریدون جان و همچنان بابرزی سبردویشون آماده کردن چای بسیار مزه دار. اونتا هم تخمه را که من که جگرم میکس کرده بودم اینی هست دیره بخیر نوشو جان میکنیم. خواب اول بابرزی بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما میمونی دادی، ما را خواستی، مزاحمت شدی در دفتر کاری. مجددی سیم مننه، قدمونم را ستلی کرد، قدمونم پلیمو او بس مینم را کرد چه دل تراغلی من سرم و دقا چه او چه چو په درسترخان بس ولیدلی درسترخان دی ډېر بڅنی په ستاسو که دځاني خو باید په ډېر هلته وچې مېوې وې دا نورو یې نورو هغه به م هغه به بیا هلته هم چیس کړو ګرځو به دې دفتر کې دې چمن کې به ګرځو انشاءالله. گذشته از همې ګپا فریدون جان ایره خو جیګره تو آماده کردی صحیح اول ته هم یک لقمه بگی چه رقم از مزهش کهی دوستای کارو لقمه هیچ معلوم نمیشه خوب است. مزه‌داره؟ جگر از خود پخته کرده بود. اونو ایشکی تایید کرده که باش می‌بینیم که چه رقم از مزه‌دار پخته کرده یا نکرده. خوب است که فریدون برای ما بگه. چند سال هستی فریدون جان؟ 28. 28 سال هستی؟ او ما تو خیر همسن هستیم دیگه. بله. من تا ما قدوگک هستم. پیشی تو قدوگک قدوگک هستم. خانه اینجاست یا اون طرف ها میپوشه؟ به کارتینا هست. کارتینا هست؟ خانه از خود هست؟ نه بکرا هست. بکره هست. باز وظیفه همیجا می باشی؟ آه دیگه هم مصروف هستی؟ آه ایجا مصروف هستی. خب خطه بابر دستی رفیقا و دوستا هستن دیگه در او جایگان در پکلشان چکر مکر میری یا نه؟ بله سیب میری میری؟ آه خوبه ای دیگه کتشان که در تفریح و در چکر باشه باز درزی بخیر بر رفیقاشان بخیر دیگه ساتیری هست همون تکه پس یا نه؟ آه مذاق میکنی کتشان؟ آه مذاق میکنی کم یا زیاد؟ کم چرا کم؟ الان ما کم خوش دارم یعنی کم میخوای مذاق داشته باشی؟ آه بابرزی صاحب تو نوشی جان بود تک پرتو که میچی رنگ راستی نا گفتن اما نم یک بدا نم دست او چه تا تا لیازاد فیزا که مالچی او اسکو وریز دا برخ موسم ده او چمن ده او پریدون خانم دا سار چه چه ده پا دست دقیق کسی که ازاد یعنی تی اگان چیزا را بو که ما بخوریم قدم هم بلند شوه بس کار خداوند دوتپتی دیگه شکر اینه بگی خیلی بخیر باشی زنده باشی ما تو باز یک طرف چکره رو میریم چرا نه چطور است؟ سعیست تو حاضر یک جواب میده فقط ها سعیست چرا نه تو در یک جمله خلاص میکنی کل قضیه را چرا؟ به کم اتو کسره دیر غد مطلب پیغام برسی حالا کت بابرزه سب میباشی گاه وقتا شعر میر نوشته میکنی میخوانی یا نه؟ میوان مکتب خواندی؟ ها خلاص از مکتب؟ نیست فریدون خواه بخانه غارد مجددی سیا پی جازه بانی و در میوه کلی چی خواهی؟ میوه منه دی خواهی گی نارن؟ میوه که می خدکه و کیلا ها گفتم کسی که ایچیز بخوره امی از میوجات خود زیادتر از مثلا زیادتر کسان نوشجان میکنن امی خربوزه خوبه میگن او هم در گل گل صبح خود حتما خوش داریش بله سر نه فریدون تا میخوایم سرگف بیارمش گف نمیزنه نه 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 یا شعر دیم دستی کنه چی وی ستا دلاز بنگره خبرو میلگره والا
ستا د لاس بنگړی یم په خبرو مې لګرا والله، مات نه شم ګونګی یم په خبرو مې لګرا والله. تا نه بدخشانه تورو کاڼو کې ورک شوی یم، تا نه بدخشانه تورو کاڼو کې ورک شوی یم، لالې مه غمی یم په خبرو مې لګرا والله. دا باید په خبرو راشي. نوشی جان بکنین، انشاءالله گپای دیگر هم میداشته باشین، کلی سرد نشه. من همین جگر اولین کسی گوش بایی چه کدا نمیشه نوشی جان. راستی هم که فریدون سعی آشپز بوده به خودم. آشپزی دیگم تو دائمی باشم. من نوش جان میکنیم بینده ایزو چون من بینده باشیم شوالا جای تمام کنیم مال در بغل در سفره چشته میجه قصه که زیاد است یه لکم دوشان کنیم شوالا باز پسای بابرزی سر میداشته باشیم چون حال کبر نشه چون بغل در سرخان هستیم همین نزاکت هایی که در بغل در سرخان هست نه بابرزی سر باید اکم در قد بکنیم برش خیز خیلی نوش جان میکنیم بینده ایزو چون من بینده باشیم ما نوش جان کنیم انشاءالا قصه دیگم داریم گلاس های میمان برو هست بس بس اما تو میگنش نی؟ باش که فریدون هم پرتم خواد گفت خدمت ما را نمی کنی ها فریدون؟ ها تو اگه این رقمی نه بابرزی سم ملما پاله نوانه شیبی بیا خبا کهگا مانا خبا کهگا بسیار زیاد تشکر بیا با خلق تصویر گوه چه سنگا ملما بانی چه چه نه 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 میمونه از میمونه کلانکار هستیم ما در وسط چشتیم برو خاطر خدمت پالو بغل بغل هم بکنیم او نم خودی در فریدون خان دیرو پالو والا ها؟ نه کدوم ملما پالو ندی اوکلا خانه فریدون آباد خانه فریدون آباد من تا که هر چیز پرسان میکنه ها نه بازم اون شعری که پیشتر گفتی چی بود؟ آقا اوی ستا دلاز بنگریم ستا دلاز بنگریم خبرو میلگرا والا مات نشم گنگیم په خبرو ملګرا والا مات نشم گنگیم په خبرو ملګرا والا تا نه بدخشانه تورکانو کې ورښوې يم تا نه بدخشانه تورکانو کې ورښوې يم لالې مغنم په خبرو ملګرا والا تا بدویلی دنګ چنار سندري زکړم خو بډه منګیم خبرو ملګرا والا مره دیگه رقم به خبر نمی آورم میرد قطقطق بیتی که سر قصه بیرد دیگه نی افتوس نی؟ داری یا نی تو قطقطق که بتید کدام تا؟ یه به شکلی که تو نه؟ نه اگر رقم سخت خدا موکم گرم که نگو میگن نی؟ اصلی دی سر رقم از انگلی خبروانت نیسی طول خبری اغیر ساعتی لیدی پا خیر باز یک برنامه میبرمش من ببینم کجا تایی قصه بکنه گفتن اتن خوبش میکنی؟ در خط اول هستی دیگه چه رقمی اتن آلو اتن چند قسمت مردم خوست ما یک رقم اتن میکنه جالبات ما دیگر رقم اتن میکنه قندار ما دیگر رقم اتن میکنه غربان دیگر رقم اتن میکنه شما چه رقم هست؟ نمون تو ساده ساده و پیاده مثل خود کم تو ساده اگر گپ میزینی عادی میگذری از گپ ها اونم رقم یا؟ بخیر باشی فریدون جان آشپزی کرده بودی راستی هم که مزدار بود اگر نه اولین چشک بر تو مانده بودم خدا نخواست از این نبویی که میترسیدت من نخورد نیو رقم گفت نگفت باش که تو بخوریش که اگه شورم بود اول تو مزیشه بچشی بعدش باز من میچشم صحیح هستی؟ بخیر باشی باز بیا آشپزی لالایت هم بیبیگی چون قد چرا قمر آشپزی میکنه چرا صحیح؟ صحیح این بابرزی سب؟ اول بسیار زیاد تشکر زحمات تمی بخشی ما البته برنامه چای صبح برنامه نیست که ما بخوایم مزاحم کسی شویم فقط یک برنامه است که ما میتونیم دمی صبح زود بریم خبر بعض وطندارای ما را بگیریم امرشون قصه بکنیم چای و نان و خوردن گپا متای نداره همین که میشینیم فضای صمیمیت ایجاد میکنیم بین هم خودش بر ما کلان انرژی میده با برزه سایی و مجردی سیب تاسو چنان راغلی وی داریانا نریوال لدی تلویزیون تاسو دو پیغام سر راغلی وی دیو غک سره راغلی وی دغه تصویر چې نن د خپل هوادوالو توران د دا باید نړیوال شي ټول نړی کې زمون هوادوالو ګوري از موږ د افغانستان ملما پالنه د افغانستان په هر سیمه کې جدا جدا ملما پالنه کوي شمالي تکلال شي حالت
توت او دغه شینم دکی به خبره را دکی در تر توت مردم میمون نواز زیاد داریم دیگه پکتیا تکلار شلتا دندکیا د تپخې ننګرار تم د سیداری سیمې چې زنګړی مراسم د ملما پالنه لري او په دې نوم لړ کې یا لیس پني سور خیره تا باندې بم مستاسی سیمې ته ان شاء الله ان شاء الله د پریدون خو لغمان دی البته بشولا یا وګرافو خادلا حال باش به مردم لغمان ما بر نخوره طرف مردم لغمان ما هم دیوارک های کانکریتی هم سخت سخت یک همکار داریم بارگزه است خب پنج روپه که برش بر ما بتنی یک ما بادم پرسان میکنیم پنج روپه اگه داده بودیم چی کرده بودی خیلی کنجوس است آه این حال ایره چه رقم خودت منج میکنی که بم بارگزه به ما همکار ما یک تصویر داشت یک گپ داشته باشی اگه تا دا بارگزی سیبتا چنون میم لگما ترانیش دیده امید بارگزی بیخه هم سقی برد میگم باش که بشناسنش اصلی رخته هم دست اقتصاد دیده اقتصاد پانزه ولی زکه اقتصاد چه سلیه و یقا پویگی چه سنگ پنده نه بازی همکار ما آدم رسیده و تحصیل کرده است آدم سالشی کنجوز ها کنجوز ده تا سر دندیواله تار لری فکر کو بیادرزادایش یا خوارزادایش که ازش ایدی میخواینه تو میگه تو بیا اول به ما یک بغل کشی که یک ماج بته باز ایدی میتون که ماجی به خبربان ما پیس از کجا شد که پس میتوانشان یه رقم آدم از ها بیادرزاده خدا بازی میتن ایزا پا خرچی نکی زکا دقا بهترین مارکت شده من او تاسو پا مدوات و رسانو که کار کهو بس بهترین مارکت آقا دیا دا چه سالیه لگا ایزا پا خرچی نه مخاونیس یا وینه که دیره بله بیدونه شک واقعی تازو برگزیس یا تاو تا تا بس یو شیر داله کن میروانی پریدون خانه سا کم باشه که وقت برنامه هم کم داریم اصحیح شو وی چی من تو با دامانا دی یو جانان وی من تو با دامانا دی یو جانان وی چی دزلو نه یو سره در بندگران وی چی دزلو دمه پو کمزه که جوریگی چی دزلو دمه پو کمزه که جوریگی دمور غیگ و خپل وطن افغانستان وی د زړه په درد باندې چې مینا کې اختشی سړی د زړه په درد باندې چې مینا کې اختشی سړی چې خپزو ور زور وژالي دمشي سړی او یوې خبرې ته تمام او رس خوشحال وي سړی یوې خبرې تم تمام او رس خپشی سړی د مینې یو امتحان د سړی ملا ماتوي لکه دیوال د لمدو خټو په بانشي سړی او نور څوک وای چې ناراضم ورزم اړه خپل کار به کوي چې او جانان وای ناراضم لمبشي سړی بابرزی بیا د دنیا هر یو کونج کې وخت تیریږي بابرزی بیا د دنیا هر یو کونج کې وخت تیریږي د شین لغمان د ننګرهار د کاپیسا د کاپیسا د ټول افغانستان په سوري لمر چې اموختشي سړی ماشاءالله د زړه په درد باندې چې مینه کې اختشي سړی چې خپه زوره زوره وژاړي ماشاءالله بسیار زیاد تشکر بابرزی صاحب از مهمان نوازیتان جهان سپاس بر ما وقت دادین به عنوان آخرین پیام از خودت داشتم می باشیم بیننده هم میبینن خودت دیگه برنامه را جمع میکنیم بخیر که وقت برنامه هم بسیار کم مونده لمره بستاسو نه مننه که استاسو رو کار موندم در یعنی نریوال در تلویزیون آقا در رهبره نه مننه که چه دقیقی اخبرونی دست یا جوڑختی جوڑ کرده ار اخبرونه چه دا باغ چې د زمونږ د افغانستان د کلتور دودونو دغه دروازه دغه تخلاصي د نړۍ سره مونږ باید په خپل اصیل فرهنګ باندې کلتور باندې نړۍ ته نږدې شو او زما پیغام هم دغه دی چې خدای دې وکړي چې دغه امارت اسلامي حکومت چې اوس نوی چارې د دوی په لاس کې دي چې زمونږ مامورینو ته زمونږ ځوانانو ته د هغې لاسنیونه وشي او هغې ته د کار زمینه برابره شي دغه وزګارتیا یو قسم ناروغي ده د ځوانانو لپاره چې مونږ په دا خپله شتمنه خاوره باندې شتوکو هغه زیرمې چې لرو سرچینې لرو دا خپلواکي څه رکم معنی ده خپلواکي دغه معنا ده چې د خپلو زیرمو څخه سرچینو څخه سړی په خپل توان په خپله اراده باندې کار واخلي او بیا به هغه وخت چې زمونږ کندو ډک شي د غلې نه زمونږ جیبونه ډک وي اقتصاد هم ښه شي نو مونږ به سرلوړی یو مونږ به خپلواک یو په دې خپله خاوره باندې او یو آزادي یو خپلواکي یو سیمه ییز امن به ولرو به خیر باشین تشکر بسیار زیاد فریدون جان تشکر از خودت هم اصلا سوالی که باید میکردم از خودت در این بعض خانه که میری داخل چی دروازه معمولا پخش است نی داخل میشی سر مرد خورده کدام جایه یا نی خورد زیاد فقط خورد پیام داری چیز داری بگوی ببیننده سر کرا چیزی اول دا الله پاک دی وطن که سوله و رمیله ولی الله پاک دی طول افغانان کار کی خدا دی رمیله ولی الله پاک دی آقا و کسی کم خیلی بخیر باشی تشکر بسیار زد
ممنون همتون که بیننده برنامه چای صبح ما با بابرزی عزیز و همچنان فریدون. فریدونی که اصلا گپ نزد، اصلا قصه نکد که ما قطعا قار بوده دیگه. ما قصه زمونش گفتم که مردمای کامل گفتن که تاکس میگیرن پیسه میگیرن، حتما اول از گپ زدن میگه پیسه بدین برام. به او خاطر دیگه گپ کم میزنه که پیسه نگیر، پیسه نمیشد نی او رقمی خونیز. بخیر بشی، شوخی کردم. خوش آرام باشین تا برنامه بعد که ما وارث مجددی در خدمت شما قرار میگیرم و یک برنامه چای صبح دیگه خود بود. تا اون دم تک تک تون به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. الله حفظتون.